ریاست محکمه استیناف ولایت کابل میگوید در خصوص عاملین قضیه پغمان پس از مطالعه دقیق و بررسی دوسیه های آنان تصمیم گرفته و تلاش کردند تا عدالت را به صورت درستان تامین نماید. صدیق الله حقیق رئیس عمومی محاکم استیناف ولایت کابل در جلسه علنی روز دوشنبه پس از شنیدن دلایل وکلای مدافع سارنوال موظف و عاملین قضیه پغمان فیصله هیئت قضایی را در رابطه با 5 تن از عاملین رویداد پغمان چنین اعلام کرد: هر یک شما در خصوص قضایای اختطاف، تجاوز گروهی جنسی و غارتهای مسلحانه، چور و چپاول اموال و خشونت علیه زنان، هر واحد شما را تعزیراً به اشد مجازات محکومین به اعدام نمود. اما آقای حقیق گفت دو تن دیگر این افراد به نام های جمیل و صفی الله که حضورشان در قضیه پغمان ثابت نشد ولی در قضای دیگر اختطاف و سرقت دست داشتند، هر یک را از آغاز گرفتاری به 20 سال زندان محکوم به مجازات نمود. این هفته قبلا از سوی محکمه ابتدایی محکوم به اعدام شناخته شده بودند. عاملین رویداد پغمان در جلسه علنی استیناف از تجاوز جنسی بر زنان انکار کرده و گفتند که قبلا به خاطر شکنجه که در جریان تحقیق داده شده بودند اعتراف به انجام این کار کردند، اما ساعت این مسئله از سوی سارنوال موظف رد گردید. از سوی هم یکی از وکلای مدافع این افراد که در جلسه حضور داشت منتشر شدن تصویر این افراد را از طریق رسانه ها نقض قانون خوانده و گفت نسبت به قضیه این افراد بیشتر با احساسات برخورد شده است. قرار گزارش ها عاملین قضیه پغمان در شب اخیر ماه اسد امسال در مسیر این ولسوالی دست به سرقت پول و زیارات زنان زده و تعداد از آنان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودند. شماری از مردم پس از فیصله محکمه استیناف ولایت کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند این افراد باید هرچه زودتر اعدام شوند. متهمینی که امروز از طرف هیئت قضایی محکمه استیناف ولایت کابل متهم به اشد مجازات و 20 سال حبس تنفیذی شدند، انتظار میره که اینا به محکمه تمیز رفته و در حوج هم مورد پیگرد قرار بگیرند. این در حال حکم محکمه استیناف در قسمت از زنا صادر میشه که مردم افغانستان انتظار هرچی زودتر فیصله محاکمه افغانستان در قسمت از این متهمین دارند و خواهان مجازات و به اعدام کشاندن متهمین از سوی حکومت افغانستان هستند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.